سلام، امروز یه پیکنیک دخترونه دارم با دوستم. کدوم دوستم؟ قرار بریم یکی از معروف‌ترین دریاچه‌های شهر، اونجا یکم پیاده‌روی کنیم، بعد پیکنیک کنیم. معروف‌ترین دریاچه‌های شهرمون آزه، خیلی اونجا خوشگله، با صفاست و خیلی هم میان پیکنیک میکنم. شما هم همراه ما باشید. بچه ها این شهر بازی ها رو میبینید، الان دوباره اومده، هر چند ماه یه بار میان تقریبا توی یه هفته این شهر بازی رو اینجا دو علم میکنن، همه چی رو وصل میکنن، درستش میکنن و خیلی وسیله های جذابی هم داره، ولی دوباره بعد یکی دو ماه جمعشون میکنن مثل سیرک، میرن یه جای دیگه. و من الان دیدم که اومده شهر بازیش. آخه چرخ فلکش خب بزرگه. ما اومدیم آدامس بگیریم. شقایق بی آدامس معنی نداره. آدامس خونم کم شده. شقایق مثل معتادایی همون دم در. کردیم کالریمون رو سوزوندیم. اینجا چون دریاچه خیلی بزرگیه، خیلی قشنگ میتونی قایق سواری هم بکنی. این قایقا مخصوص این دریاچه، یه باشگاهی هست اینجا مخصوصشه و الان هم بچه های مدارس اومدن، فکر کنم الان چون تعطیلات دیگه اومدن دارن قایق سواری میکنن. ایستاده بودن برای ما دست زدن. آره. بکنم 6 سال پیش بود. آره. اینجا یه بار بچه رقصیدیم با شقایق. ویدوشم میذارم براتون الان. دقیقا همینجا بود. ما تازه بچه امروز فهمیدیم که او از این قایقام که بشه بیای توی دریاچه به چرخی هست خانوادگی. زنگوشم بکشم کنار. خیلی بامزه است. اینا هم بچه های خیلی کوچیکترن. و فقط هم خودشون دارن قایقشون رو هدایت میکنن، البته کنارشون هم مربیشون میچرخه، اینجوری نیست که خودشون تنها ولشون کنن تو دریاچه، یه مربی با یه قایق ساده از بینشون هی رد میشه و راهنماییشون میکنه. خیلی جالبه. این قسمتی که اومدیم الان اینجا بخش اصلیشه، اصلی دریاچه که همه چی میگن همه چی زیر سر اینجا بالا میشه و تا اون ته دریاچه است. این قسمتی که الان پشت سر ماه میبینید الان خب خیلی خلوته، ولی بعد ظهر قلقل است، خیلی پر میشه. آره تایم خوبی هم اومدیم، تایم جالبی اومدیم که یه ذره خلوته. آره ولی من شلوغیش هم دوست دارم، بعدم نمیاد. معمولا بعد از ظهر میان که بعد از کار باشه. آره. یه آبجو هم میگیرن دستشون خرشه. ولی ما خیلی مثبتیم، ما چای گردو پنیر آوردیم. آره. چای شیرین. بچه‌ها این رستوران رو می‌بینید، من اولین بار که اومدم اینجا همسرم منو روز تولدم آورد اینجا. فکر کنم من روز اوله اومدم. آلمانیم در حد آ1، خیلی بلد نیستم صحبت کنم. همسرم رفت دستشویی، بعد گارسون اومد روی میزم نون بود. خب گارسون اومد دیدم یه چیزی داره میگه دیگه، و فکر کنم گفت که مشنزیم میب قدشن، گفت که یه نون بیشتری میخوای، اضافی تر میخوای. من فقط گفتم هیچیشو نفهمیدم، گفتم یا باید بگم آره یا باید بگم نه. بعد گفتم یا دنکشون، بعد اون گفت زیشا، گفتم یا دنکشون. بعد براش عجیب بود، تو اومدی اینجا بذارم بقید چکر قرار نون بخوریم.
بعد رفت دیدم با یه سبد پر نون برگشت. بعد فرزا اومد گفت که چیه؟ گفتم راستش من بهش فقط آره گفتم. این دوباره یه سبد دیگه نون آورد. خلاصه خیلی برام جالب بود. چیز بدی که ماها ایرانی‌ها یا کل خارجی‌ها داریم اینجا که میایم همینه، میگیم فقط یا آره یا نه، دست و پامونو گم می‌کنیم. یه بارم سوار اتوبوس داشتم می‌شدم، باز اوایل بود، چند بار با خودم تمرین کردم، گفتم که ایش مشته اینتل تیکت، ایش مشته اینتل تیکت، هی بخواستم بگم سوار شدید من میخوام یه دونه تیکت، یه تیکت یه طرفه میخوام. اون لحظه که سوار شدم گفتم ایش ها به اینتل تیکت، با سکه هم دستمه، یعنی گفتم من دارم یه دونه تیکت، با اینکه نداشتم سکه دستم بود. بعد راننده من نگاه کرد گفت فکر کنم تو یه تیکت میخوای. گفتم آره آره مرسی. چقدر تنها میگم یعنی کل روز من خراب میشد، یعنی هر جا میرفتم یه سوتی میدادم یه گندی میزدم تا شب همش تو ذهنم آفرین. ولی اشکال نداره، با همین اشتباه ها آدم یاد میگیره، یاد میگیره از اشتباه. دقیقا اینا یه نکاتیه که سعی کنید حالا توی هر زبونی خیلی فرق نمیکنه. ما فقط ببینید این دختره رو، ببین چه کارا که نمیکنه، انقدر این بچه هاشون شجاعن عزیزم. من یادمه ما دم درم میرفتیم گفتم میدوزنت میدوزنت یا یه جای خشکی میاد تو راه در بیچاره نون خشکی همیشه میترسیدم. یکی از نون خشکی میترسوندم ما رو، یکی اینکه جای بلند میرفتیم شیطون پرتت میکنه پایین. با اینکه ببین اینا زمین و زمان رو به هم میریزن، یا کنار یه چیزی وای میستادیم حتما شیطون هولت میده. مگه داریم شیطون زورکی ما رو خیلی ترسو میکردن، زورکی ها، حتی خودت شجاع باشی نمیذاشتن. خب ما پیاده روی نکردیم، کالریمون رو سوزوندیم، اومدیم بس بسط پیکنیک بود که بریم پیکنیک کنیم. دقیقا برو بریم. باشه خوشمزه است، یعنی یکی اینا رو میخوره میگه نه حال نکردم، ولی اینا همش چیزای طبیعی ان، خیلی خوشمزه ان. فقط کافیه ذره نمک فلفلش بازی کنی. من ترجیح میدم همیشه سالادو بدون سس بخورم، نمیدونم بعضی با سس دوست دارن. منم سس میزنم ولی درست میکنم، بالزامیک و ماست و روغن زیتون، خیلی خوشمزه میشه. ولی خب روغن زیتون همیشه میذارم سالادا. چه پنیر اوردیم؟ فتاه. تو چه پنیری رو بیشتر دوست داری؟ پنیر فرانسوی تو دوستش نداری؟ همون که بوی بد میده. آها اون آره. اصلا من نمیدونم یه جوریه. چه جوری میخوریش؟ من خوب نه. بسید کردم جوراب دارم میخورم. آفرین بابک هم همینم میگم. خب نوبتی هم باشه، نوبت پنج سنگه. آقا خیلی تو طبیعت سخت دوربین تنظیم کنی. سلام مجدد. سلام مجدد، خوش اومدید به مسابقات یه قل دو قل جام ملت های موسا. خب ببین اولش یا خدا، بعد اینا یه جوری باید بندازی که جدا باشن، به هم هم نخورن. تو وقتی برمیداری اگه مثلا به این یکی بخوری میسوزی. دومی رو باید دوتا دوتا باشن. چرا با شیشتا سنگ داریم بازی میکنیم؟ خب ببین باید دوتایی جمع کنی اینجوری. سومی رو چقدر خوب افتاد، همه خیلی خوب افتاد، خیلی خوب شد. سومی و ستا رو یه بار یه دونه رو برمیداری، بعد ستا رو با هم برمیداری. خب سومی و یه دونه، بعد
سه تا و چهارمی یادمه یکی برمی داشتی چهارتا رو جمع می کردی. بعد مرحله آخریش چیه؟ پنجمی باید اینجوری کنی بگیری. چی می گرفته بگو. من زیاد بلد نیستم ولی خب می خواهم امتحان کنم. باشه باشه. اول باید پخش و پلا بندازی. اشکال نداره، حالا اینو برمی دارم. حالا دوتایی رو بذار. ببین باید اون لایه انگشتات باشن که با این انگشت وسطت هدایت کنی دوتا اینور دوتا اونور بیفته. اینجوری گفتی؟ آفرین. آره الان بهترین راه اینه، اولی رو برداری بعد دوتا دوتا جمع بکنی. اوکی اینو برمیدارم. این نداره، اشکال نداره، یه بار دیگه مبتدیم. آفرین. خب الان همه پاهم. الان اون دوتا رو بذار کنار. آفرین. خودم میکنم. بذار ببینم چجوری شد. سعی کردم. خیلی خوب افتاد. الان اینو میتونی ورداری با این، بعد با یکی دیگه این ستا رو ورداری. الیو وردار. اینجوری. آفرین. بذار کنار. بذارم کنار. حالا ستایی. آفرین. خیلی خوب افتاده. همیشه دورترین رو بردار که بتونی اونا رو جمعش بکنی. این دورترینه چی؟ آره. درسته؟ حالا اونو میندازی بالا، اون چهارتا رو جمع میکنی. یه بار دیگه. مشکل نداره. چرا بیل کردی بقیه رو؟ دو تا بقیه رو بیل کنم. اینو بردارم. بردار دیگه، شانست امتحان کن. اشکال هایی. یکی دیگه. 24 hours later. این خدای اینو دیگه ور نداری شقایق. یکی جا. اینو ردیفیه، قشنگ میتونی جمعش کنی. دستات کوچولو، اشکال سر مثلا جا میشن دستا، خیلی سخته. اوکی پنجمی رو میخوای برو. اوکی نه ولی یه بار دیگه اینو برو. اوکی یه نگرفتم. حالا پنجمی این پنجمی خیلی رو هوا انداختی. ببین هر چقدر بیشتر بتونی پشت دستت بندازی، بیشتر جمعش بکنی، امتیاز بیشتری میگیری. اوکی باش. دی 2. آها بنداز بالا. اوه حرکت عالی. برم تمرکز لازمه. آفری مهمون داریم. هلو ما الان درست کشیده بودیم، بعد گفتم که خب وقتی توی همچین سکوتی هستی و اینا از شقایق به چی فکر میکنی؟ بعد یه چیزی حالا بامزه‌ای تعریف کرد، البته یه چیز خیلی خوبی هم گفت. بگو اون بچه رو. آره. گفتم کودک درونمون رو کلن بکشونیم بیرون، بعد خودمون که آدم بزرگ هستیم باش حرف بزنیم و بهش بگیم که از چه چیزایی رنج بردی، چه چیزی تو رو ناراحت کرده و باهاش صلح کنی. خب این امید خوبو بهش بدی و بهش بگی که اون کسانی که باعث شدن تو این رنج رو ببری باید ببخشی و تو الان باید خیلی قوی تر از اونی که بودی باشی. آره. نظر منه. به نظر منم خیلی خوبه، البته چون بخشیدن برای خیلی سخته، برای خیلی هم اگر بخوام ببخشن فراموش کردنش سخته. آفر. میدونی هی یادآوری میکنی به خودت، بیشتر ناراحت میکنی چون توی کودکی باعث شده این. وقتی بزرگی برات مهم نیست. ولی وقتی کودکی فرق میکنه، یه جا یهو یه اتفاقی میفته تو ناخودآگاه مثلا پرت میشی انگاری تو اون زمان. شقایق میگه مدیتیشن هم خوبه. به نظر من میگم من تو این جور موقع دقیقاً که میخوام مدیتیشن کنم قبلش خیلی اوکی ام، به چی فکر نمی کنم، همون لحظه که چشامو میبندم یعنی هر چی تو عالمه میاد تو ذهن من. وقتی میخوام مدیتیشن کنم مثلا کلا شروع که میکنم تازه یادم میاد فلان چیزی که یادم رفته اونجا گذاشتم، یادم میره مدیتیشن. بعد خوشحالم از اینکه مدیتیشن رو شروع کردم، اون چیزی که گم کردم الان یادمه. قشنگ خیلی باحاله. شقایق یه چیز بامزه ازم پرسید، بپرسید چی من عجیب ترین کامنتی که تا حالا گرفتی چی بوده؟ عجیب ترین کامنتی که من گرفتم زیر ویدیو قبلش داشتم برای شقایق تعریف میکردم همسایه‌مون. خب فکر کن کامنت گذاشته یکی از ویدیوهای رقصم،
سلام سحر جون، خیلی قشنگ میرخصی. منم زرین خانوم، شهرک سهن، کوچه فلان. آدرس بعد اینو کامنت گذاشته. سلام زرین خانوم، اگه این ویدیوی منو میبینی قربونت برم، خیلی خوشحال شدم. ولی خیلی برای من بامزه بود اون لحظه. سلام من زرین خانومم، فلان 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 آدرس. من یه سری کامنت ها میگیرم. همسر شقایق بابک بعضا زنگ زد میگفت سحر میذاری من برم جواب اینو بدم؟ شما خورخوتک های شمپت شرمت کتکلا اینو یادم نمیره. آره باهم کلن اینجوری خیلی باهم جنگجو گروه همونه. آره ببین چون میان مثلا کامنت میزنن دیگه، من بخوام با همه برخورد کنم. مثلا یکی نوشته چقدر بیمزه، چقدر زشی، آخ به فلان. بعد هی میگه ببین بذار برم جواب اینو بدم، بذار من خودم برم بشورم بذارمش کنار. خلاصه خیلی بامزه است. اگر نمیخواید بابک رو به جانتان بیندازم، کامنت های خوب بذاری. خب اینم از ویدیو امروز ما. دوست داشتم یه ویدیو متفاوت نسبت به بقیه باشه، یه ذره چیلن کنیم با هم دیگه اینجا. امیدوارم که دوستش داشته باشین و لایک و کامنت هم فراموش نشه اگر دوست دارید. تا بعد.